به نام الله پاک و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال اینفو خوش آمدید. آرزو مندیم تا پایان ویدیو ما را همراهی نموده و برای حمایت از ما این کانال را نیز سابسکرایب نمایید. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات: اگر اجازه بازشماری کامل دادن نشود نتایج ابتدایی را اعلام میکنیم. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که اگر ممانعت دسته های انتخاباتی برای آغاز بازشماری آرا ادامه داشته باشد نتایج نخستین انتخابات اعلام خواهند شد. به نقل از طلوع نیوز، حوالم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید باید اجازه دهند تا بازشماری آرا در 7 ولایتی که باقی مانده است پایان یابد. او افزود: ما ناگزیر هستیم که باز بنشینیم یک فیصله بکنیم و هر چی که داشتیم با ملت افغانستان شریک بسازیم و نتایج خود را باز اعلام میکنیم. دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات از سوی تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری دکتر عبدالله بسته شده است. حبیب رحمان ننگ، رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات، میگوید که در این باره خواستار کمک کمیسیون مستقل شکایت های انتخاباتی شدند. ما از کمیسیون شکایات میخواهیم که در این مورد با ما همکاری کنند و آنها هم مطابق قانون صدای خود را بلند بکنند تا در 7 ولایت ما بازشماری خود را آغاز کنیم. در امین حال، رحمت الله نبیل در یک نشست خبری در کابل طرح حکومت مصالحه را برای بیرون رفت از بحران انتخابات پیشنهاد کرد. اما یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، میگوید که باید هر چه زودتر نتایج انتخابات اعلام شود. نهادهای ناظر بر روند انتخابات میگویند که اعضای کمیسیون مستقل انتخابات از دبیرخانه این کمیسیون خواسته است تا در مورد بازشماری آرای 500 محل رای دهی در 27 ولایت بیشتر وضاحت دهد. انتخابات جمهوری اسلامی افغانستان در 6 ماه میزان سال روان برگزار شد. تا کنون کمیسیون مستقل انتخابات قادر به اعلام نتایج نخستین انتخابات نشده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نشست پاسخدهی برگزار می کند. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که یک نشست به خاطر شکستن بنبست انتخاباتی برگزار می کنیم. با گزارش اسپوتنیک به نقل از آریانو نیوز، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان برای بیرون رفت از بنبست انتخاباتی نشست را با حضور دسته های انتخاباتی برگزار می کنند. کمیسیون مستقل انتخابات از همه طرف ها خواسته است که 3 پرسش را برای پاسخ‌دهی در نشستی که به روز یک شنبه هفته پیش برگزار می شود به کمیسیون مستقل انتخابات بفرستند. عبدالعزیز ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، میگوید یک نشست به خاطر شکستن بنبست انتخاباتی برگزار میکنیم. دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی تعیین 3 پرسش از سوی کمیسیون مستقل انتخابات برای پاسخ‌دهی در این نشست را از دلایل میداند که به باور آنان به شکستن بنبست انتخاباتی کمک نخواهد کرد. نوررحمان اخلاقی، مسئول کمیته فنی ثبات و همگرایی، میگوید پیش از این نشست ما خواهان برگزاری یک نشست درباره فرمت یا ساختار آن نشست شدیم. باید روی فرمت با کمیسیون مستقل انتخابات به توافق برسیم. یوسف رشید، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، میگوید اگر فرصتی باشد به یک فرمت بی‌طرف ممکن بنبست انتخاباتی شکسته شود، اما اگر تنها شریک سازی اطلاعات باشد باز مفید نخواهد بود. در امین حال، دسته انتخاباتی دکتر عبدالله، گلبدین حکمتیار و رحمت الله نبیل خواهان باطل سازی 300 هزار رای اند که به باور آنان تقلبی وارد سیستم شده است. آنان هشدار دادند که بدون باطل سازی این رای ها نتیجه انتخابات را نخواهند پذیرفت. قابل یادآوری است که مکنون دفترهای کمیسیون مستقل انتخابات در 7 ولایت از سوی دسته انتخاباتی دکتر عبدالله در اعتراض به بازشماری آرا مسدود است، اقدامی که ظاهرا اعلام نتیجه انتخابات را به چالش کشیده است. نبیل: انتخابات 6 میزان باید لغو شود. رحمت الله نبیل، رهبر دسته انتخاباتی عدالت و امنیت، میگوید که انتخابات ریاست جمهوری 6 میزان نتیجه نمیدهد. باید حکومت مصالحه به وجود آید و این انتخابات لغو شود. با گزارش اسپوتنیک، رحمت الله نبیل، نامزد انتخابات ریاست جمهوری و رئیس پیشین امنیت ملی، دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفته است که انتخابات ریاست جمهوری 6 میزان نتیجه نمیدهد
و کمیسیون مستقل انتخابات نتوانست اعتماد مردم را برگرداند. باید حکومت مصالحه به وجود آید و این انتخابات لغو شود. رحمت الله نبیل از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است که جلو تقلب گرفته شود و آرای پاک از ناپاک جدا شود و برنده انتخابات را معرفی کنند. در ادامه وای گفت که تمام کاندیدان اخلاق سیاسی را زیر پا گذاشتند و برای یکدیگر در صفحات اجتماعی علیه یکدیگر موقف گیری میکنند. با گفته نبیل وضعیت کشور به جای رسیده که همه سیاسیون از جمله رئیس جمهور غنی، آقای عبدالله عبدالله و همچنان طالبان باید آماده قربانی باشند. در عین حال آقای نبیل پیشنهاد کرد که اعضای حکومت مصالحه نباید دستانشان به خون مردم آغشته باشد و نه همچنان در 10 سال گذشته در ریاست و یا کدام وزارت کار کرده باشد. این حکومت باید از افراد بی‌طرف و مسلکی تعیین شود تا بتواند بنبست‌های جنگ، صلح و انتخابات را بشکند. تأکید نماینده ملکی ناتو برای اعلام نتایج ابتدایی انتخابات افغانستان. نیکولاس کی، نماینده غیر نظامی ناتو در امور افغانستان، تاکید دارد که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هر چه زودتر نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند. با گزارش اسپوتنیک بر نقل از رسانه‌های خبری افغانستان، نماینده غیر نظامی ناتو در بیانات از نامزدان و فعالان سیاسی افغانستان خواست به تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات احترام بگذارند. او که اخیراً در مصاحبه با رسانه ها در آشیای نشست سران ناتو در لندن گفت: امیدوارم که وقت نتیجه اعلام شود از سوی احزاب سیاسی، بازیگران و همه افغان ها به آن ارج گذاشته شود و پذیرفته شود. وی یادآور شد که هیچ کدام از افغان هایی که او دیده است خواهان وقوع بحران و بی‌ثباتی در نتیجه انتخابات نیستند. او همچنین شایعات در مورد تشکیل حکومت موقت را نادرست خواند و گفت اعتماد مردم به شمرده شدن رایشان و سعی کمیسیون مستقل انتخابات برای بازشماری و جدا کردن آرای پاک از ناپاک برای آینده دموکراسی در این کشور بسیار اهمیت دارد. نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان گفت انتخابات پارلمانی سال گذشته و انتخابات ریاست جمهوری 2014 با ادعاهای تقلب و نیز موارد واقعی تقلب و فساد همراه بود. گفتنی است که پیشتر نیکولاسکی نماینده ملکی ناتو در افغانستان ابراز داشته بود که شمارش آرا کار عجله نیست و حوصله می‌خواهد و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای اطمینان دادن از شمارش شفاف آرای معتبر انتخابات ریاست جمهوری جدن کار می‌کند. این در حالی است که هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری دکتر عبدالله عبدالله در اعتراض به بازشماری آرا در ولایت‌های کابل، سرپل، بغلان و جوزجان دست به تجمع اعتراضی زدند و خواستار ابطال 300 هزار رای بدون بایومتریک شدند. کمیسیون مستقل انتخابات اما گفته است که نمیتواند قبل از بازشماری و تفتیش آرا را باطل بکند. قرار بود که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در 27 ماه میزان اعلام شود، اما تا کنون دوبار این امر به تاخیر افتاده است. در عین حال ادامه رایزنی ها برای اعلام نتایج بازشماری آرا قرار بود کمیسیون مستقل انتخابات نتیجه بازشماری آرای 27 ولایت را روز گذشته اعلام کند، اما این وعده عملی نشد. بلغ از رسانه های خبری کابل، اسمت الله مل، معاون کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات به زودی درباره چگونگی اعلام نتایج بازشماری آرا در 27 ولایت تصمیم خواهد گرفت. از میان در حدود 8300 محل رایدهی، آرای در حدود 7000 محل در 27 ولایت بازشماری شدند. اما بازشماری آرای 1347 محل در 7 ولایتی که دفترهای کمیسیون مستقل انتخابات از سوی دسته های انتخاباتی مسدود هستند شروع نشده است. معاون کمیسیون مستقل انتخابات می افزاید که قرار از دبیرخانه این کمیسیون گزارش تفصیلی نتایج بازشماری آرای 27 ولایت را به رهبری کمیسیون مستقل انتخابات بفرستند و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات درباره اعلام نتایج تصمیم خواهد گرفت. در همین حال حبیب رحمان ننگ، رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات، میگوید که گروه فنی در حال آماده ساختن یک گزارش کلی است و این گزارش را به رهبری کمیسیون مستقل انتخابات ارائه خواهد کرد. اینان روی یک گزارش تفصیلی کار میکنند. تمام موارد آن موارد که آرا باطل میشوند آن هم مشخص میشود. یعنی روی یک گزارش کلی کار میکنند و روی میز کمیسیون مستقل انتخابات گذاشته میشود. قرار بود کمیسیون مستقل انتخابات نتیجه بازشماری آرای 27 ولایت را روز گذشته اعلام بکند، اما این وعده عملی نشد.
سپاس از این که با ما بودید. تا ویدئوی دیگر، الله یار و مددگار همه ایتان.